سلام به ماهتون ویدام و هرتون خوب باشه تو این ویدیو میخوام در مورد درمانی گرفتگی گوش باهاتون صحبت کنم یکی از اختلالات خیلی عذبی که ممکنه واسه خیلی از افراد پیش بیاد این باشه که گوششون یا به شدت التهاب داره یا به شدت درد میکنه یا به شدت خارش داره که هر کدوم از این اختلالات میتونه ناشی از عفونت اثرات جانبی داوو وجود یه جسم خارجی و آسیب های ناشی از صداهای بلند باشه که میتونه روی عملکرد لوله استاش تاثیر منفی بذاره و منجر مشکلات شنوایی و عدم احساس تعادل توی بدنتون بشه قبل از اینکه برم سراغ این ویدیو اگه به موضوع پوست مون سلامتی زیبایی علاقه مندین چنل یوتوب هم سابسکرایب کنید ویدیو لایک کنید و هر سوال انتقادی پیشنهادی داشتید تو قسمت کامنت برای من بنویسید بچه برای مقابله با این چالش ها ورش های مثل خمیازه کشیدن بلعیدن استفاده از محلول آب نمک کمپرس گرم و ورش‌های های مختلف دیگه میتونه باعث درمان گرفتگی گوشتون بشه و از طرفی خب بچه ها آلرژی میتونه تاثیر خیلی زیادی رو گرفتگی گوش داشته مکیدن آب نبات و از طرفی زمان مناسب برای مراجعه به پزشک همه اینها میتونه باعث درمان بشه لوله استاش به عنوان یه شیپو یاد بهش میگن لوله یوستاشین شناخته میشه که یک عضوی حیاتی تو سیستم شنوایی بشره. در از این لوله که گوش میانی رو به پشت بینی و بالای گلو متصل میکنه نقش کلیدی تو تنظیم جریان هوا به داخل و خارج از گوش داره و به متعادل سازی فشار داخل گوشتون خیلی کمک میکنه متاسفانه عوامل مختلفی میتونه و عملکرد صحیح لوله استاش تاثیر منفی بذار که موجب مشکلاتی تو شنوایی و احساس تعادل بشه یکی از شاید این مشکلات دقیقاً تجمع مخاط تو گوش میانی هستش که میتونه مسیر جریان هوا رو مسدود کنه و فشار گوش رو کاملا تغییر بده این وضعیت میتونه باعث احساس گرفتگی کاهش شنوایی و حتی درد تو قسمت گوشتون بشه علاوه بر این برخی از اختلالات مرتبط با لوله داشت مثل التهاب یا تورم ناشی از عفونت ها هم میتونه مانع از عملکرد طبیعیش بشه وجود یه جسم خارجی تو گوش مانند حشره وقتی که تو گوش گیر کنه هم ممکنه باعث این موزل بشه بچه ها های میکروبی شاید عوامل اختلال تو عملکرد لوله استاش هستن خب که این افونت ها معمولا به خاطر نفوذ باکتری یا ویروس های اتفاق میفته باعث التهاب و تجمع مایه در پشت پرده گوشتون میشه که این حالت نه تنها باعث ایجاد درد و احساس فشار تو گوش میشه بلکه میتونه مانع عملکرد صحیح لوله استاش و دنش تنظیم نامناسب فشار داخل گوشتون بشه تماس مداوم یا نگهانی با صدای بلند هم میتونه منجر به آسیب دائمی یا موقت به گوشتون بشه صدایی بسیار بلند مانند انفجارها موسیقی بلند تو کنسرت ها استفاده طولانی مدت از هدفون با صدای زیاد میتونه باعث, باعث ایجاد فشارهای شدید روی پرده گوشتون بشه و ساختار و داخلی گوش میانیتون رو کاملا به مشکل بخوره عفونت های تنفسی از جمله که خوردگی و زام میتونه به طور مستقیم او عملکرد لوله استاش تاثیر بذاره آلرژی به عنوان به ویژه اونهایی که باعث التهاب و تورم تو مجای تنفسی فوقانی میشه میتونه و لوله استاش تاثیر منفی بذاره و های آلرژیک هم معمولا باعث تولید مخاط اضافی و تورم در نواحی بینی و گلو میتونه بشه لوزه های بزرگ میتونه ناشی از التهاب مزمن یا عفونت های مکرر بشه که میتونه با عملکرد لوله استاش هم تاثیر بذاره در کل اگه بخوام بهتون بگم که حالا چیکار کنید بهتر از آب نمک استفاده کنید کمپرس آب گرم میتونه روی گوشتون باعث درمان این بیماری بشه مکیدن آب نبات و حمام آب گرم باعث در دق... از رقیق شدن مخاط گوشتون میشه و در اصل پیشگیری از های تنفسی با استفاده از حالا داروهایی که دکتر میتونه بهتون بده ممکنه که باعث بهبود بشه اما اگه بچه ها بیشتر دو الا سه روز منجر به درد های شدید گوش و گرفتگی گوش شدین حتما به دکتر مراجعه کنید چون ممکنه که عفونتتون خیلی شدید باشه و باید حتما تحت درمان قرار بگیرید امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه اگه خوشتون اومد لایک کامنت سابسکرایب یادتون نه و این ویدیو برای دوستاتون هم حتما ارسال کنید